بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز جمعه 24 قفس سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 15 دسامبر سال 2017 میلادی. به این مجموعه خبری خوش آمدید. سرخط خبرها: افشای فساد بی پیشینه در گمرک ولایت فراه. مدر که شوانه $5,000 اما مسئول از اون میشه، اما رو بسته میگیره، برام قماندان میده، برام مسئول میده، برام رئیس میده. مشکلات نظامیان در میدانهای نبرد اروزگان. لگه لش پی دو لش پی مثال لگه مش بنارا پا پستاکی پچین استیلی پا دا دوی میشه یو پیستما بدا لشانه در سوالیه. و تماس تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه. مشروع خبرها: در یک شب بیش از $100,000 آمریکایی در گمرک فراه فساد صورت می‌گیرد. معاون والی فراه با ابراز این مطلب می‌گوید شبانه بین 90 تا 100 موتر بازرگانی بدون پرداخت مالیات وارد این ولایت می شوند و پول مالی آنان به جیب‌های شخصی می رود. مقام درجه دوم ولایت پرده از فساد بزرگ در گمرک بر می دارد. معاون والی فرا می گوید برخی مقام‌های ملکی و نظامی در تبانی با بازرگانان بخش بزرگ عواید گمرک این ولایت را به جیب می زنند. خدا اینه به حضور شما تا حالا نگفتم امیال میگم اینجا گیله دارم که تجارمون به فکر ازی است که کی رئیس است، کی مدیر است، کی از کجا آماده، چطور است، کی کلانه، کی قماندانه. آنچه پولی که از تجارت داره یک موتر که شوانه $5,000 اما مسئول از اون میشه، اما رو بسته میگیره، برام قماندان میده، برام مسئول میده، برام رئیس میده. دیوی شبانه بین 90 تا 100 موتر بازرگانی بدون پرداخت مالیه از طریق گمرک شیخ ابو نصر فراهی وارد فراه می شود و پول آن که اکثر موارد تا $100,000 آمریکایی نیز می شود به جیب های شخصی می رود. موتر تا 100 موتر ترانزیت شبانه بدون مسئول رد می شود. می نیست مسئول دولت می میره بر شما، عظمی دولت فیلی فراه ما بر شما می رود. با این حال فعالان مدنی فراه تاکید دارند که باید این گفته های معاون والی مورد پیگیری قرار گیرد و با مفتدین برخورد قانونی شود. کماندانی دو ولایت مقام داغره کنسرن والی محکمه در طول بیت همجغی بندی داغ پروسه په ګډ ډیر جدی تعقیب و نظارت پیتر. پیش از این مسئولان محلی فرا گفته بودند که طالبان مسلح نیز بر عواید گمرکین ولایت دست یافتند و شبانه تا 8 میلیون افغانی به دست می آورند و از آن در خرید جنگ افزار استفاده می کنند. برای نظامیان در جنگ اروزگان روزها غذا و آب نمی رسد. برخی این نظامیان انتقاد می کنند که اکثرا روزها تشنه و گرسنه در برابر جنگجویان طالب می جنگند، اما هیچ کمکی برای آنان نمی رسد. و گفته این نظامیان برای گرفتن غذا و مهمات یک ماه منتظر می مانند، اما باز هم سهم اصلی آنان داده نمی شود. اما فرمانده پلیس اروزگان این انتقادها را بی‌بنیاد می خواند. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. وضعیت ناگوار سربازان در سنگرهای جنگ اروزگان. برای سربازان کمتر غذا و آب میرسد. کریم الله در ولسوالی چنارتو سرباز پلیس است. میگوید بارها شده که روزها تشنه و گرسنه در برابر جنگجویان طالب جنگیدند، اما هیچ کمک از سوی حکومت به آنان نرسیده است. لگه لش پی دو لش پی مثال لگه مرد بنارا پا پستاکی کشن استیلی لس و دو لش پی مرد هیچ چی ندی خوالیلی. این موتر قرار است برای نظامیان در ولسوالی چنارتو اکمالات کند، برای سربازانی که در کوها سنگر دارند، اما دو ماه می شود که نه مهمات برای آنان رسیده و نه هم بدل آشه. دا دوی میاشتی که از ما ساده موتور که دادی دا اشیا پرمون را سرادی چه پا دا دوی میاشتی یو پیلست ما بدل اشانه در سوالیه. اگه دا غره پسر که نستی، اگه دی پا قرار دادی سه خبر دی.
نظامیان برای گرفتن مهمات و غذای اندک هفته ها را مقابل درب نهادهای دولتی در ترینکوت می گذرانند و وقتی که اکمالات به دستم می آورند می گویند که سهم اصلی آنان داده نمی شود. بگونی نمونه برای یک ماه 1000 گلوله برای یک ولسوالی داده می شود. آنچه که در نبرد با طالبان بسنده خوانده نمی شود. دغه اکمالاتو ته موږ یو میاشت دلته تیره کړې ده. سار راسو مازګر برته ولاړ شو دلته سار راغلی دا اوس کنټین ته ورلو د دغه ځای سم کیکو میرانډای راوښتل هغه مو خوړلې ده سار رئیس دلته وږی ناست شو. اما فرمانده پولیس اروزګان این گفته ها را رد میکنه. بدون کدام نوبت یعنی به ترتیب نوبت ما در 15 روز حداقل بر زنا اکمالات کردیم و اکمالات میکنیم و کمک هم رایشن در روزگان از ارتش پلیس گرفته تا نیروهای خیزش مردمی همه از نبود مهمات کافی گله دارند و سقوط بخش های از روزگان را در گذشته نیز برخواست از این چالش میگویند. هر نوع فشار ارگ بالای یک والی برای استعفا افغانستان را با بحران و بی‌ثباتی خواهد کشاند. سخنگوی جمعیت اسلامی پس از پخش شایعات در مورد کنار زدن عطا محمد نور میگوید حکومت به اساس توافقنامه ایجاد شده و فیصله ها نباید یک طرفه باشد. ریاست جمهوری افغانستان در این مورد حاضر به پاسخگویی نشد. عطا محمد نور والی بلخ از مهره های داخل نظام اما منتقد کاخ ریاست جمهوری. شبکه های اجتماعی از فشارهای هرگ بر والی بلخ برای استعفا خبر دادند. خبری که سخنگوی جمعیت اسلامی را نیز نگران ساخته است. هر نوع فشار، هر نوع اصرار برای استعفا دادن والی وزیری بدون موجب، بدون دلایل روشن، نقضی موافقت نامه حکومت وحدت ملی است و بردن کشور به سوی بحران است. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی نیز به ولایت بلخ رفته است تا با عطا محمد نور چاره‌جویی کند. از سخنگوی جمعیت اسلامی پرسیده شد که آیا این عیت به بلخ رفته تا از آقای نور بخواهد که استعفا کند یا اینکه از او در برابر این فشارها حمایت کند. پاسخ آقای حکیمی این بود که آنها مذاکره خواهند کرد. در همین حال برخی از اعضای رهبری حزب جمعیت و وحدت اسلامی نیز عملکردهای حکومت را انتقاد کردند. با تطمیع کردن یک چند آدم تیکدار در بالا بار دیگه بیاید و از راه غیر مشروع حاکمیت خود دور دیگه تمدید بکند. بر بگردیم به سالهای مثلا دهه 70 اینا که مردم به جان هم بافتن، اقوام به جان هم بافتن، یک ایده همی تلاش دارن، ولایت ها به جان هم بیفت. این یک فاجعه است و ما نباید راضی شیم به این مسئله که کاری بکنیم که وحدت و یک پارچگی مردم رو به هم بزنیم. با هر ریاست جمهوری و ارگان های محل نیز در این مورد تماس داشتیم، اما هر که حاضر به گفتگو در این مورد نشد. رهبری حکومت وحدت ملی برای اینکه بانک های رای را از دست ندهد با فساد پیشگان مدارا می کند. رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری تاکید می ورزد که متحدان انتخاباتی رهبری حکومت و برخی چهره های حکومتی پرونده های سنگین فساد دارند، اما با آنان برخورد قانونی صورت نمی گیرد. سید حسین فخری انتقاد می کند که پرونده های سنگین فساد برخی وزارت ها نیز به نهادهای عدلی سپرده شده، اما از آنان پیگیری صورت نگرفته است. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. پرده برداری از برخوردهای مصلحت گرایانه حکومت با فساد پیشگان. رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در برنامه تحول آریانا نیوز میگوید که شماری از متحدان انتخاباتی رهبران حکومت و چهره های حکومتی پرونده های سنگین فساد دارند، اما رهبران حکومت وحدت ملی به دلیل اینکه بانک های رای را از دست ندهند از فساد و تخلفات این افراد چشم پوشی میکنند. مقام های رهبری دولت با اینا با ملاحظه برخورد میکنه و نمیخواهد که بانک های رای از دست بده. در نتیجه باعث میشه که این افراد به تخلفات خود ادامه بده. اداره مبارزه با فساد اداری از 19 وزارت و نهاد دولتی بررسی انجام داده و پرونده سنگین فساد را به ویژه برای وزارت های داخله و دفاع شکل داده، اما حکومت با این پرونده ها مدارا کرده است. یک تعداد از این پرونده ها نظر شاید به مصالحی که وجود دارد، شاید که
مورد تعقیب عدلی قرار نگیره. حضور فساد پیشگان در ساختار حکومت پررنگ گفته می شود. نزدیکای رئیس جمهور گرفته از نزدیکای رئیس اجرایی گرفته تا ادارات دیگه در تمام ادارات اینا وجود دارن. شما در مورد از این کار زورمند هستن. حکومت که مبارزه با فساد را اولویت خود گفته درباره انتقادهای رئیس اداره مبارزه با فساد چیزی نمیگوید. وزارت خارجه پاکستان میگوید قرار است نمایندگان نظامی افغانستان و پاکستان در مرکزهای نظامی دو کشور جابجا شوند. وزارت خارجه پاکستان میگوید بر بنیاد نامه پلان عمل افغانستان و پاکستان این دو کشور در بخشهای نظامی، سیاسی و استخباراتی گروه کاری ایجاد میکنند تا رایزنی‌های سازنده میان دو کشور انجام شود. اما وزارت دفاع افغانستان در خواست پاکستان را امکان ناپذیر می‌داند. لیدا نیازی جزئیات می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از بهبود روابط میان کابل و اسلام آباد خبر می‌دهد و می‌گوید که دو کشور فیصله کردند که برای هماهنگی بیشتر در مرکزهای نظامی نماینده نظامی جابجا خواهد شد. وزارت دفاع ملی این درخواست پاکستان را امکان ناپذیر می‌داند و می‌گوید که تا اکنون در این مورد هیچ تصمیم گرفتن نشده است. ما تا اکنون در این ارتباط هیچ تصمیمی نداریم، ولی همونطور که ما قبلا هم گفتم این خوب است که پاکستان مسئولیت‌های خود در کشور خود انجام بده. حکومت افغانستان میگوید روابط کابل با اسلام آباد بهبود نیافته است و هنوز هم پاکستان به گونه گسترده از هراس افغانان پشتیبانی میکند و پناهگاه‌های امنی برای هراس افغانان و گروه‌های شورشی همچنان در خاک پاکستان پابرجاست. پاکستان از گذشته هم میخواست که عمیقا از اردوی افغانستان، از استخبارات افغانستان در عمقشان باشه و معلوماتی داشته باشه تا به نفع اداره خود استفاده کنه. من هرگز باور ندارم که دولت افغانستان این خیانت را مرتکب شه که پاکستانی ها را اجازه بده تا قرارگاه مشترکی در داخل اردوی افغانستان بسازد. برخی از آگاهان بدین باورند که کنون اسلام آباد کمک 700 میلیون دلار آمریکا را به جیب زده است. از همین رو تلاش میکند حکومت افغانستان را فریب دهد. دولت پاکستان باید در عمل بیشتر نشان بده به افغانستان که خواهان داشتن یک رابطه خوب با دولت افغانستان است و او قطع حمایت از گروه های تروریستی است یا اخراج رهبران طالبان از خاک پاکستان است تا دولت افغانستان و مردم افغانستان به این دلگرم شوند که پاکستان یک نیت مناسب داره در ای که با افغانستان میتونه یک رابطه خوب داشته باشه. این در حالی است که ترکیه هم گفته که برای بهتر شدن روابط میان کابل و اسلام آباد وارد عمل خواهد شد. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان میبینید. روسیه و آمریکا تفاهم کردند تا روی تبادل اطلاعات در قسمت کوریای شمالی همکاری کنند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است که ولادیمیر پوتین در یک تماس تلفنی با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ تعهد کرده که به تبادل معلومات روی کوریای شمالی بپردازند و با همدیگر در قسمت حل بحران هسته‌ای این کشور همکاری کنند. این در حالی است که پیش از این ایگور مارگولوف معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است کشورش تماس‌های سطح بالا با رهبر کوریای شمالی ندارد، اما برقراری چنین تماس‌های امکان پذیر است. پاکستان به بیش از 20 مؤسسه مددرسان جهانی دستور داده است تا ظرف 2 ماه از خاک این کشور خارج شوند. این مؤسسات می‌گویند در نتیجه این اقدام اسلام آباد هزاران قربانی خشونت‌ها و آفات طبیعی در این کشور از کمک‌های لازم حیاتی محروم خواهند شد. سازمان بنیاد جامعه باز و اکشن اید زنان از جمله مؤسساتی‌اند که شامل این لیست می‌شوند. مقام‌های پاکستانی تا هنوز در مورد علت اخراج این سازمان‌ها چیزی نگفتند. وزارت دفاع آمریکا میگوید جت‌های جنگی آمریکا به سوی 2 جنگنده روسی تیر هشدار شلیک کردند. بنابر اعلام وزارت دفاع ایالات متحده، این 2 جنگنده روسیه وارد حریم هوایی شرق رودخانه فرات در سوریه شده بودند که به گفته مقام‌های آمریکایی حریم پروازی مورد توافق ایالات متحده است. وزارت دفاع روسیه با رد ادعای آمریکا اعلام کرد که 2 جت سخوی 25 این کشور در حال مراقبت از یک کاروان کمک رسانی بودند که جنگنده های آمریکایی به سوی آنها پرواز کردند.
دوباره خوش آمدید و حالا هم توجه کنین به رویدادهای اقتصادی. هندوستان برای ادامه فعالیت‌های بندر چابهار در ایران بودجه ویژه‌ای را آماده کرده است. مسئولان اتاق تجارت افغانستان می‌گویند هدف هند از این اقدام بهبود در صادرات و واردات در بندر چابهار ایران است. بندر چابهار پروژه اقتصادی میان افغانستان، هندوستان و ایران. مسئولان اتاق تجارت این بندر را برای صادرات و واردات کالاهای تجارتی افغانستان که محاط به خشک‌است حیاتی می‌دانند. آنان می‌گویند هندوستان برای ادامه فعالیت‌های این بندر یک بودجه ویژه را اختصاص داده است. عقد چابهار فعالی دورو چې چابهار باید فعال شي تنه داسې نشي چې په استرالی حالت کې تی استفاده وشي. دغه شي د هندوستان حکومت وعده وکړه چې پراتونکو پروژو کې یا پراتونکو پلانونو کې دوی دا بودیجه لري چې د چابهار بندر د کشتیو تګ راتګ فعال کی. در همین حال کارشناسان اقتصادی نیز بندر چابهار را برای افغانستان سودمند دانسته از حکومت خواستار تلاش های زیاد برای بهبود در این بندرند. د چابهار بندر یو ډیره قوي بیلګه د پاکستان د بندر نه ده چې موږ کولای شو په وسنی شرایطو کې دغه نه بهترینه استفاده وکړو. دا هم یو اقتصادي چانس حکومت ته پاره ده. سال گذشته افغانستان، هند و ایران موافقتنامه سه جانبه چابهار را امضا کردند که بر مبنای آن افغانستان و هند می توانند مبادلات تجارتیشان را از طریق بندر چابهار ایران انجام دهند. مسئولان هتل کانتیننتال از افزایش عواید این هتل در سال جاری میلادی خبر می‌دهد. بر اساس آمار این مسئولان در این زمان بیش از 300 میلیون افغانی عاید به دست آوردند که نسبت به سال گذشته بهبود را نشان می‌دهد. هتل اینترکانتیننتال در شهر کابل دستاوردهایش را در سال جاری میلادی خوب ارزیابی می‌کند. مسئولان این هتل میگویند که با برنامه‌های سودمند توانستند که این هتل ملی را از بحران مالی بیرون کرده و عواید سالانه آن را افزایش دهند. اشخاص و افراد مسلکی را مثل ما داشته باشیم به خاطر ارائه خدمات معیاری و خدمات حاصلی افغانی و همچنان در غذاهای خود ما تغییرات زیاد آوردیم که غذاهای ما خیلی متنوع شدن و همچنان امنیت اینترکانتیننتال طبق بزنس پلان ما بلند بردیم. با اساس آمار این هتل در سال 2012 تا 2015 میلادی 101 میلیون افغانی خساره داشتند، اما این وضعیت بهتر شده است. تا این سالهای گذشته تقریبا از سال 2012 تا سال 2015 اگر ما مورد بررسی قرار بدیم همواره هتل کانتیننتال در ضرر بوده که هر سال حدود بالاتر از 30 میلیون افغانی ضرر داشته. مسئولان این هتل میگویند علی‌رغم بدهکاری که این هتل به بعضی شرکت ها دارد، اما اکثر این بدهکاری ها پرداخت شده است. در پایان هم وضعیت هوای کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 4. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 2. مزار شریف ابری بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 2. جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 2. کندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 3. غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 6 پیش بینی شده است. از همتون به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شب بر همه شما خوش. وقت خوش داشته باشید.